خیرالله میرمدوف ساکنی پایتخت ماه دو مراتبه برای پر کردن بالون گاز به این نقطه سوزشواری می آید. او خوشحال است که محض در همین روزهای سرد نرخ این نوع سوزشواری کاهش یافته است. در شهر دوشنبه گازی طبیعی مستقیماً به خانه ها انتقال نمی‌یابد. آن را ساکنان از نقطه های مخصوص می‌خرند. در فصل سرما که برق در خانه ها به سبب صدمه ها تست قد می‌شود، این ظرف ها که مردم آن را بالون ایرانی می‌نامند، یک چاره در ناچاری است. گازی مایع معمولاً در تاجیکستان در ماشین ها همچون سوزشواری استفاده می شود. طبق معلومات رسمی 70% را تشکیل می دهد. همین است که پایین رفتن نرخ گازی مایع پیش از همه به تبع صاحبان ماشین تاثیر رسانده است. ماشین هم بله، ماشین هم که ارزونتر می آزد، خورو را با خورو ارزونتر می گلتر، برو دور رفتن ماشین تر می شود. مقامات تاجیکستان پایین رفتن نرخ گاز مایع را کاهش طلبات و ارزان شدن آن در کشورهای استحصال کننده عنوان کرده اند. طبق معلوماتی که ما داریم در حوزه نزدیک اخیر داریم، در شهر دوشنبه نرخ گاز مایع 1.13 لیرم در ولایت مشهد 2.6 لیرم تا 2.80 لیرم در ولایت خاطر مشهد 2.73 تا 2.80 لیرم و نرخ گاز مایع در ولایت مختار کوسوی بدخشان باشد تا 3.80 لیرم در بر میگیرد که نسبت به دیگر منطقه جمهوری کمی بلندتر می باشد که این وابسته به خرجهای نقل و انتقال آن وابستگی دارد. ساکنان تاجیکستان طول قریب 2 دهه اخیر در شرایط لیمیت یا محدودیت شدید انتقال برق زندگی می کنند. قبلا خانه های ساکنان شهر دوشنبه از طریق لوله ها با گاز ازبکستان تامین می شدند که به سبب مشکل شدن روابط سیاسی آن هم قطع شد. اکثر ساکنان به سبب عدم باوری به اثر گرفتن انتقال گاز طبیعی به خانه هایشان لوله های گاز را بریده پرتافتند. ساکنان کشور برای آماده کردن غذا به شیوه آلترناتیوی به گاز های ظرفی یا بالونی رو آوردند.